بالاخره تاریخ نمایشگاه مشخص شد؟ ببین افتاد چه نوامبر. نه منظورم دیگه تا نوامبر قطعیش میکنن یا نوامبر خود نمایشگاهه؟ نه از 23 نوامبر خود نمایشگاه شروع میشه. اینو بهت بگم. این آقای چونگا اصرار داره بوتچین من رو بروشور باشه. خب خیلی خوبه که. آره خیلی خوبه. آقا من حوصله عکاسیشو ندارم. خیلی آره عکاسی واسه منم سخته. سخته دیگه میدونی که. بله. ببینم میلاد اومد. خیلی ببینمش. سلام هادی خان. مخلصی. چکری. سلام. حالت چطوره؟ خوبی؟ مخلصی. خوبی؟ سلامتی؟ قربونت. مواظب خودت باش. حسابی ازت کار کشیدم ها. خوب کاری کردی. راستی گل ناز. اون قضیه دوباره تکرار نشو. خیلی بدجنسیه. آخرش هم نتونستی جلوی خودتو بگیری. اون قضیه. خب به من حق بده. من راه دورم. دل نگرانتم. عزیز من. من تو خواب راه نمیرم. اون دفعه اتفاقی بود. وای. خیلی خوب باشه. چرا ناراحت میشی؟ من اگه هی میگی. هی میگی. بخشید. من اشتباه کردم. تسرک چطوره؟ تفلک نشسته تو اتاقش داره مشق می‌نویسه. گوشیو بده بهش یه ذره دلم باشه. دلم نه تو رو خالی الان دوباره هوای باباشو میکنه. میای دیگه؟ بابا یه دقیقه گوشیو بده بهش باهاش صحبت کنم دلتنگ. خب ببینت دیگه. ببین راستی بلیتم برای پس فردا اوکی شد. مگه فردا قرار نبود؟ نه دیگه نشد. اینا کلا دو تا پرواز به سمت تهران دارن. فردا یکی کلا پر بود. میونه پس فردا که اونم با پارتی بازی این رئیس نمایشگاه تونستم بگیرم. مثل ایرانه که. دلنست. نمیخوام. فکر کردم فردا میای. چشم هم بزنی پس فردا شده دیگه. اوه حالا کوتا پس فردا. گلناز همین تایمی که من داشتم با تو حرف میزدم 200 دفعه اینا اومدن. خب برو برو. قربونت برم پشت دستاتو بشور میخوایم شام بخوریم. خب بذار ببینیم چی داری مینویسی. آن زن آمد. آفرین چه خوش خط. تو جالب زمان ما بود آن مرد آمد. پشو پشو مو فرفری من اونیست برم. این چیه؟ عرشی و ما تو قیچی کردی؟ میگم این چرا اینطوری شده؟ سر تو بالا کن به من نگاه کن. کی موها تو اینطوری کرده؟ خانم کرد. خانم کرده؟ خانم بیجا کرده. من فردا بیام مدرسه‌تون ببینم چه خبره. مگه چی کار کردی؟ هیچ. هیچی؟ بایستا ببینم. خیلی خوب. پشت برو دستاتو بشور. من فردا زنگ بزنم مدرسه تکلیفتو روشن کنم. ببینم این چه مسخره بازی را انداختن. خودشون مسخره کرده.
مانده. سمری با من نداری؟ نه میلاد جان. گذاشتی سر جاش؟ بله خانم. دست درد. با اجازه. خدا حافظ. سلام خانم امیری. احوال شما؟ سلام. پایدار هستم مامان ارشیا جون. به به خوب هستید شما ارشیا جون؟ قربون شما. خیلی ممنون. متشکر. خانم امیری قرار است از مزاحمت این که یه سوالی داشتم خدمتون. میخواستم بدونم که احیانا کوروش جان درباره تنبیه تو مدرسه چیزی نگفته بهتون؟ نه خانم، چطور مگه؟ برای اینکه به نظرم یه ناظمی، یه معلمی داره میگرده تو مدرسه موهای بچه‌ها رو قیچی میکنه. نه کاری به موهای بچه‌ها ندارن که، تو جلسه. بله بله در جریان جلسه هستم، ولی به هر حال امشب من دیدم که یه دسته از موهای ارشیا جون قیچی شده. بعد ازش میپرسم که این کارو کرده، میگه خانوم. من فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. یه لحظه صبر کنید. خواهش می‌کنم. کوروش، کوروش جان، تو مدرسه ارشیا رو تنبیه کردن؟ موهاشو قیچی کردن؟ کوروش میگه نه، فکر نمی‌کنم. شاید همین جوریه، بچه‌ست یه چیزی گفته دیگه. حالا گفتم مثل زمان ما نباشه. بعدش هم این همه پول ازمون میگیرن دیگه، بچه‌هامون رو شکنجه ندن. نه والله من فکر نمی‌کنم. شاید هم یه چیزی بوده خارج مدرسه. نمی‌دونم والله. اینا بچه‌ن دیگه، کنجکاون. خودش شاید قیچی گرفت دستش. بله. احتمالاً همین جوریه. برام خواستم مطمئن بشم. خیلی ممنون خانم امیری، قربون شما. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، قربون شما. کوروش جونو ببوسی، قربونت. شما هم ببوسین ارشیا جونو. ارشیا جونم بودو بیا یخ کرد. اینجا چی کار میکنی؟ ارشیا چیه؟ خواب بد دیدی؟ سردته؟ چه کاری بود شما با مامان کردی؟ ها؟ چه شوخی زشتی بود تو با مامان کردی؟ برگرد دارم با تو حرف میزنم. به من نگاه کن، میگم این چه کاری بود کردی؟ من که کاری نکردم. پس کی این موها رو گذاشته لای کتاب مامان؟ خانم کرده. باشه من فردا میام مدرسه تون با مدیرتون حرف میزنم، معلوم میشه خانم کرده یا کی. خانم مدرسه که نه. یعنی چی کی؟ خانم شبا میاد تو اتاقم. خب حالا برو بگی بخواب فردا، ببینیم چی میشه. برو عزیزم، من موازه بدم. نترسی ها، بخواب بخواب بس.
پسرتون امشب کلی دروغ تحویلم داد. سلام، چی شده؟ هیچی بابا، چرا زنگ زدی؟ فقط میخواستم قور بزنم برات. من بعدم برات تعریف میکنم. میلاد کارش تموم شد؟ آره، خیلی وقته. ولی سر به هواست. مگه چیکار کردم؟ برای اینکه چراغ آتلیه رو روشن گذاشته رفته. گیجه ها. خیلی سب کن ببینم این اصلا چیکار کرده. تابلوی بوتچین هم تو ول کرده اینجا. مگه بهش نگفته بودی جمع کنم؟ هزار بار. نمیدونم واقعا تو شرکت چجوری با اینا سر و کله میزنم. ببین چه حلال زادم هست. عکسو فرستاد الان. فوروارد کن ببینیم عکسا رو. آره عزیزه دارم همین الان. یه دو سه دقیقه دیگه برات میفرستم. قربونت. منتظرم. خدافظ. خدافظ. الو. سلام خانم مهندس، تصویر دیدی؟ این چیه میلاد؟ چرا سر خود دست بردی تو نقاشی؟ نه خانم، همچین کاری نکردم که. اینها من دارم میبینم. من ایمیل محسن رو براتون فوروارد کردم، دادم بهش با فتوشاپ سایه‌هاشو یکم تمیز کنه. چیکار کرده؟ چرا توضیح اضافه میدی میلاد؟ اصلا محسن اجازه نداره دست ببره تو تابلوی که شخصیت. من خودم زنگ میزنم. بعد زنگ میزنم. عرشیا چی شده مامان جون؟ خواب بد دیدی؟ عزیز دلم بودو به بغلم ببینم. چی مامان جون؟ خواب بد دیدی؟ آره چی دیدی؟ خانم دوباره اومده مامان ببره. خانم اومده بود؟ پسر عزیزم، خانم در کار نیست نازنینم، برونش برام. من بیشه تو اومدی رفت. من اومدم رفت. کجا رفت خانم؟ اونجا رفت؟ خب بس من برم ببینم خانم اونجاست. بس برم ببینم. بس ببینیم اصلا خانم این توه یا نه. اجازه بده. خانم جواب نمیده فعلا. خانم شما اصلا به چه اجازه ای رفتین تو کمد پسر من؟ خانوم شما اصلا به اون گلدگی چجوری جا شدید این تو؟ بذار ببینم این تویی؟ اه؟ نیست. ولی رفت اون تو. خب بذار ببینیم این توه یا نه. چیه؟ هرشا چرا دست زدی به این؟ مگه قرار نشد به وسایل بابا دست نزنی؟ ها؟ من بر نداشتم. پس قلم خودش پادر آورده اومده این تو؟ مگه قرار نبود هرچی میخواستی اول از من و بابا اجازه بگیری؟ من به خدا بر نداشتم. قسم نخور. اه میشه بیام پیشت بخوابم؟ فقط امشبا. حالا فردا بعد راجع به این قضیه با هم حرف بزنیم. باش.
هادی این چیه؟ موی اسبه؟ ندیده بودمش، خیلی بامزه است. بله محسن. سلام خانم مهندس، ببخشید موقع مزاحم شدم. محسن فردا راجبش تو شرکت حرف میزنیم. چشم خانم، حتما در مورد صحبت میکنیم. ولی میلاد بهم گفت مثلا دست به نقاشی نزدم. فقط میگم فردا راجبش تو شرکت حرف میزنیم. میدونم خانم، چشم، ولی من میخواستم بگم که من واقعا دست به نقاشی نمیزنم. محسن فردا وای چشم. نقاشه بود که بهت گفتم، این قلم رو اون بهم هدیه کرده. موی طبیعی خود انسانه، اینجا رسمه که موهاشون رو برای قلم سومی هدیه میکنن. چه ترسناک، چند شاوری که بازن، چه کاریه. رسم قدیمیه، موهاشونو میذارن کنار برای این کار. فعلا عزیزم. باش عزیز دلم، فرمانه خدا.
جانم عزیزم، هنوز نخوابیدی؟ خوابم. چی میخواستی بگی؟ اگه تو بمیری خالت هم ناز مواظبم میشه. این حرف نصف شبی از کجا اومد؟ مثلا؟ مثلا این درکار نیست. منم حالا حالا میخوام زنده بمونم، هیچ اتفاقی هم قرار نیست برام بیفته. بگی بخواب باشه. قول دادی؟ قول میدم بهت. باشه، شب بخیر بسر عزیزم. هرشیا، 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 thank you.
کاری بکنی. برای شیر دعا کنم بریم تلویزیون ببینیم. از بون ببینیم. But what matters is the converters and the quake engine will all be in one place. This is it. This is our one opportunity to defeat them and return to Gotham. Remember, the machines, no matter how large, are still controlled by humans. If we can defeat the person inside the machine, then we have a fighting chance. Aeon was right. I now understand the role I must play. I am no longer the Batman. I will be what the Bat Clan calls me. I will be their prophecy. I will be the legendary ninja who will bring peace to their world. I must play. I am no longer.
ارشیا چرا اونجا نشستی؟ ارشیا دارم با تو حرف میزنم. چیکار داری میکنی؟ ارشیا پسرم واقشینی عزیز الو گلناز، چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ ببین در مورد قلموه حق داشتی، حس خوبی نداشتی. من یه پرسجو کردم، اینجا انگار دولت از بدن اعدامی ها استفاده میکنه. میدونی اعضای بدنشون رو قاچاق میکنه، هرچی که سالم باشه موهاشون رو قلموه درست میکنه. خیلی حسم بد شد. باورت میشه چنین کاری کنم با یکی؟ خواستم بگم حق داشتی، بندازش دور. ببین منم دارم یه چونه زنیایی میکنم، بلکه شد با پرواز امروز بیام. حالا خبرت میکنم، تونستی بهم زنگ بزن. ارشیا رو ببوس فعلا.